14 بله. عین الخطا فی نفی الفعل. بله آقای وحید خان اسکندری، سلام علیکم و رحمت الله. کجا بودی تا حالا؟ تو کجا بودی تا حالا؟ سلام عزیزم، خوبی؟ متشکرم. جناب آقای ناصر خان جواب داد. بله همه دوستان جواب بدن خواهشن. این تست کنکور دیگه. هیا حاضر. عین الخطا فی نفی الفعل. خب من جواب ها رو دارم میبینم، متفاوت هست. اشکال نداره. بله آقای سید تقوی هم تشریف دارن دیگه. بله زنگ اول نیدمت. بسیار فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه نفر درست گفت، بقیه همه غلط. آها این کیه؟ بله دو نفر درست گفتن. بچه ها نفی فعل یعنی منفی کردن فعل. خب البته این نکته که الان ما میخواییم بگیم نگاه کنید، حالا حلش میکنیم. انفقتو چیه؟ ماضیه. خب فعل ماضی با چی منفی میشه؟ با ما. پس این درسته، خطا نداره. اکتبر فعل امره. ما نگفتیم امر، ما درس اول درس دادم دیگه. امر میگه برو، نهی میگه نرو. پس بنابراین اینم درسته. لا تکتو بنویس ننویس، درسته دیگه. سه یحاولو فعل چیه؟ مزاره. خب فعل مزاره چجوری منفی میشد؟ با لا یا ما دیگه، درس اول گفتیم دیگه. خب اینم لا. شیش غلطه. چهار دیگه، چهار سأکتب و س اومده مستقبله. یادتون میاد؟ خواهم نوشت، خواهم رفت، با چی منفی میشه؟ ببینم کی میتونه بگه با چه حرفی منفی میشه؟ با یه حرف منفی میشه. باریکلا. نه 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 محمد رضا نه، نه هادی نه، لی نه. منفیش خواهم رفت. بخوایم بگیم نخواهم رفت چه حرفی باید می آوردیم؟ علی بخشی نزدیک شدی، ولی اون نیست، اونی که شما میگی نیست. یه خواهشی که دارم بچه‌ها، چتتون کوتاه باشه، بلند نباشه، کوتاه، کلمه ای دو کلمه ای بگید، چون هم وقت خوندن رو نداریم اینجا، واقعا وقت از بین میبره، برابری کوتاه بگید. خب آها بله آقای تقوی درست گفتن. لن با حرف لن منفی میشه. پس جواب میشه گزینه چی؟ چهار. بسیار. ببینم سوال 15 رو چی کار میکنید. رشته خودتون ها نگاه کنید، انسانی اختصاصی 98. خداوکیلی این قاعده رو من تو درس 1 بهتون یاد دادم. الان تو PDF هم نگاه کنید هستا.
این ضمیر انت لتأکید. اگه یادتون باشه من ضمیر گفتم چی؟ معمولا اول جمله میاد و در نقش مبتدا ظاهر میشه، اما در دو جا مبتدا نیست. اشاره کردم، ببینم چیکار میکنی. این قاعدهش تو درس اول هست. بچه ها جواب ها رو بگید من ببینم. بله هادی جواب داد، عایشه شفقی بله، خب بقیه دوستان، آقای تقوی هم جواب داد، خب حسین طهماسبی، ناصر خان، محمد رضا بله، صادقی امروز نیستش، علی صادقی، علی صادقی کجایی؟ نیستش. خب ظاهرا بررسی کردید. ببین آقا ضمیر انت، این انت دوباره اینجا انت، گزینه دوم، گزینه چهارم. خوب دقت بفرمایید، گفتیم ضمیر منفصل در اکثر جاها چیه؟ مبتداست. اول جمله مبتدا، اول جمله مبتدا، اول جمله مبتدا. بعد از انما امثال میگم براتون، تو درس اول میگم، این اول جمله است میشه مبتدا، انما نقشی نداره. اما اینجا این انت جواب میشه گزینه دو. بله دلیلش تو قاعده هستا، الان بدید بالا هست، پی دی اف بالا هست. اعمل گفتیم اگر ضمیر منفصل بعد از فعل بیاد تو همون صیغه، اعمل دوم شخصه یعنی انت، انت هم همونه، پس بنابراین میشه تأکید. بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ ادامه درس دوم. درس اول تستاشو حل کردیم دیگه، بررسی کردیم، خیلی خوب بوده، امیدوارم که به همین شکل ادامه بدید. خب بریم درس دوم، ادامه قواعد رو بگیم و تست کار کنیم. خب راجع به اعداد داشتم صحبت میکردم، اعداد اصلی، اعداد ترتیبی و اعداد عقود خوندنش یاد گرفتیم، حالا میخواییم راجع به معدود صحبت کنیم. راجع به معدود، بسیار راجع به کلمه معدود. بچه ها معدود کیه؟ معدود معنیش چیه؟ شما نگاه کنید، رجال کوکب در جمله، در ترکیب 500 رجال احد عشر کوکبن، در اینجا اگه شما دقت کنید کلمه کوکبن و کلمه رجال چیه؟ معدوده. پس معدود کلمه ایست که با عدد شمارش میشه. معدود کلمه ایست که با عدد چی میشه؟ شمارش. کلمه ای بهتر بگیم اسمی ایست که، چون معدود اسمه، فعل نمیتونه باشه، حرف هم نمیتونه باشه. وقتی میگیم رجال اسمه، کوکب ستاره اسمه، پس معدود اسمی که با عدد چی میشه؟ شمارش میشه. خب حالا یا قبل از معدود میاد یا بعد از معدود، عدد عرض بکنم، این همه رو براتون میگم، عجله نکنید، نکات درس اول بخونید بعد من کامل براتون تشریح میکنم. گاهی عددهای سلاست اشعرت بدون تیگرد میاد، عرض کردم دیگه، مثل سلاس، اربع، خمس، ست و الی آخر، این که مفهوم مشخص. مئت به معنی صد، به صورت مئت هم به این شکل هم نوشته میشه با الف، همزه با الف هم به شکل الف هم نوشته میشه.
عددهای اشرون، سلاسون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون چی نام داره؟ عقود. خب بهش میگن عقود. اینا رو صحبت کردیم راجبش. خب اونه اینه رو عرض کردم، اونه علامت مرفوعه، اینه علامت چیه؟ منصوب و مجروره. اینجا نوشته در درس های آینده خواهید خواست، شما دیگه خوندید و وارد هستید. اونه برای فاعل میاد، مبتدا میاد، خبر میاد، اینه برای مفعول میاد، مجرور میاد، مضاف الیه میاد، اینا دیگه بلدید. خب شیش، واحد، واحدت، اسنانه، اسنینه، اسنتانه، اسنتینه، بعد از چی میان؟ معدود میان. راجع به این صحبت میکنم. سائحون، واحدون، نگاه کنید عدد یک و دو همیشه بعد از معدود میان. عدد یک و دو اصلی، سائح معدوده، نگاه کنید عدد بعدش. یک و دو اینجوریه، بگیم یک گردشگر، دو تا شاخه، دو تا زنگ. بسیار، راجع به صحبت بکنم. عدد ستاده معدودش جمع باید باشه، خب اینم صحبت بکنم الان راجع بهش. عددهای مانند واحدون و اشرونه، اسنانه و اشرونه که و داره بهش میگن عدد معطوف. عدد معطوف بهش میگن. خدمت شما که عرض کنم در عربی اول یکان بعد چی؟ دهگان میاد، که اینا راجع به صحبت کردم. میخوایم بگیم 24، اول 4 رو میگیم بعد 20 رو میگیم. معدود عدد 11 تا 99 مفرد، بعدم راجع بهش صحبت میکنیم. کوکبن، یومن، 99 روز، 11 ستاره. کلمه مئت به معنی صد، الف هم به معنی چیه؟ هزاره. یه اختبار نفسه که اومده، ببینید غالب سوالات در کنکور در تست به این شکله، یعنی معنیش مهمه. پس بنابراین الان میخواییم معنی کنیم. سلاسین لیلت، سلاسین یعنی چی؟ این مهمه، اینجا مهمه، یعنی سی، سی شب. تو تست میزنه شب سیوم، سیومین شب، این غلط. سبعین رجلن، سبعینه میشه 70 مرد. تو تست میزنه 70مین مرد، این غلط. 15 تمثال، 15 تندیس. واحد و اشرون جامعت، به عدد میرسم که سرعت عمل ما بیشتر بشه. 21 چی؟ دانشگاه، جامعت. 16 مدینت، 16 شهر. تسعون و تسعون بقرت، 99 گاو ماده. سبعون و ثلاثون، 37. اگه بخوام بخونیم باید از عدد عدد بزرگتره بخونیم. 37 باب. واحدتون و سبعون قریت، 71 ده. اسنان و سمانون آمن، 82 سال. این چقدر این عددهای چی بودن؟ اصلی بودن. خب یه تمرین کردیم که حالا بریم سراغ قاعده و مفصل بحث کنیم. خوب توجه کنید، مخصوصا ستای اول رو، سه مورد اول رو خوب دقت کنید. بقیه موارد من نوشتم کامل براتون، تمام قواعد کامل براتون نوشتم، ولی خب دو ستای اول مهمه برای کنکور، برای تست و بیشتر مد نظر هست. اعداد دو نوع اصلی داریم، ترتیبی داریم. بنابراین ترتیبی رو سریع بگم، چون ترتیبی یه نکته بیشتر نداره. خوب دقت کنید بچه ها. اعداد ترتیبی نشان دهنده رتبه، جایگاه و در زبان فارسی با چی باید معنی بشه؟ اوم و اومین که عرض کردم.
یکم، دوم، سوم، یکمین، دومین، سومین. خب اعداد ترتیبی بر وضع فاعل برای مذکر و برای مؤنث چی؟ الفاعلت. درست شد؟ الدرس و السادس و درس ششم، ششمین درس. الصفحت الثالثه، صفحه سوم، سومین صفحه. الامام الثامن، امام هشتم، هشتمین امام. پس برابر این دوستان عزیز من دقت کنن، عدد ترتیبی یه نکته بیشتر نداره و اون چیه؟ عدد ترتیبی همشون چیان؟ صفت هستن. عدد ترتیبی هر کجا مشاهده کردیم صفت هستن، برای موصوفش نقشش صفته. پس بنابراین صفت تابع موصوفه، هرچی موصوف بگه صفت باید بگه چی؟ چشم. درس اول اشاره کرده مذکر مؤنث عرض کنند معرفه نکره این همه با رعایت شه. پس بنابراین دوستان عزیز من دقت کنن، به اسمی که مورد شمارش میشه معدود میگن، این اشاره کردیم الان راجع بهش. حالا میریم نکاتی که بایستی بهتر بدونیم. بچه ها اعداد ترتیبی تمومه، همین یه نکته است. حالا اعداد اصلی رو میخواییم از کردم دیگه، اعداد اصلی بیشتر مد نظره، بیشتر راجع به سوال مطرح میشه. خب اعداد اصلی به چند دسته تقسیم میشه، اما ستای اول مهمه حقیقتا. دقت بفرمایید، عدد یک و دو. پس ما از یک تا صد رو تقسیم بندی داره میکنیم. اول عدد یک و دو، قاعده چیه؟ عدد یک و دو، دقت بفرمایید، یک میشه واحد واحدت، این رو خوندیم. اثنان اثنین، اثنتان اثنتین، دو مذکر و مؤنث داره دیگه، آنه و عینه، تانه و تینه. درست شد؟ چی نوشته؟ برای معدود خود چی هستن؟ همیشه صفت. پس ببینید اشتباه نکنید، قاطی هم نکنید، اعداد ترتیبی همشون صفت، اعداد اصلی هم یک و دو هم همیشه صفت واقع میشن. حالا کجا میان؟ بعد از معدود. اینجا نوشتم بعد از معدود میان. مثال جاء رجل واحد، واحد نگاه کنید، واحد عدد یکی دیگه، کجا اومده؟ بعد از معدود. چجوری باید معنی کنیم؟ معنیش هم مهمه، تکرار میکنم. یک مرد آمد، بگیم مرد یکم آمد، غلط، خیلی باید حواسمون باشه، مرد یکم غلط، و بگیم چی؟ یک مرد، چون عدد اصلیه، اشتباه نکنیم. شاهدت سیارتن واحدتن، کلمه واحدت نگاه کنید، صفت، واحد صفت برای مذکر، واحدت صفت برای چی؟ سیارت مؤنث. یک اتومبیل را دیدم. قرأت کتابین اثنتین، ببخشید کتابین اثنین، اثنین یعنی چی؟ یعنی دو دیگه، دو کتاب را خواندم. اینجا کتابین مفعوله، اثنین صفت، اینجا سیارتن مفعوله، واحدت صفت، اینجا رجل فاعله، واحدت چیه؟ صفت. قرأت مجلتین اثنتین، نگاه کنید قشنگ مطابقت داره، مجلتین مثنای مؤنث، اثنتین هم مثنای چیه؟ مؤنثه. پس دو مجله را خواندم، مجلت اینجا مفعوله، اثنتین چیه؟ صفت. عرض کردم دیگه یک و دو همیشه صفت هستن. خب عدد یک و دو اوکی هست یا نه؟ یاد گرفتی؟ بسیار. متشکرم. حالا میریم اعداد سه تا ده. اعداد سه تا ده که نکته فنیش اینجاست بچه ها.
اعداد 3 تا 10 دقت بفرمایید. یه ذره اینجا بیشتر دقت بشه. 3 سلاست تا 10 عشرت یا عشر نوشتم اینجا، شما هم که مطالعه میکنید قاعدش رو توجه کنید. اول کجا میاد؟ 3 تا 10 اعداد 3 تا 10 خوب دقت کنید، اول عدد میاد بعد معدود میاد، برعکس قبلیه. قبلیه میگفتیم کتابون واحدون، اینجا اول عدد رو باید بیاریم. سلاست مثلا میگیم چی؟ کتب. پس معدود 3 تا 10 کجا میاد؟ بعد از عدد. نوشتم اینجا. خب اما نکته مهمش، معدود 3 تا 10 خوب دقت کنید، جمع و مجرور باید باشه. این برای شما مهمه ها، رشته شما مهمه. جمع و مجرور باید باشه. مجرور باشه یعنی چی؟ یعنی کلمه یا ا میگیره یا ان میگیره یا اینه میگیره یا چی؟ اینه. پس آنه نداریم، اونه نداریم، اوکی؟ مجرور دیگه، اینا رو بلدی دیگه. ای و این، اینه اینه باید بگیره، یکی از اینا رو باید بگیره. پس دقت کنید، البته یه جاهایی هم اینا رو نمیگیره توی عربی. مثلا وزن مفاعل، مدارس، مدارس اینه میگیره، دلیل علمی داره. در نظام قدیم بچه ها میخوندن با دیگه مدارس هم مثلا. اینو مهم نیست، این جمع بودنش مهمه، جمع بودنش خیلی مهمه. پس بنابراین دقت کنید. و نکته بعدی، عدد با معدودش توی جنس مخالف هم هستن. تو جنس یعنی چی؟ یعنی اگر معدود ما مؤنثه، عدد مذکر باید بیاد. اگر معدود ما مذکره، عدد باید مؤنث بیاد. پس یک بار دیگه اینجا تکرار کنم من. اولا غیر از عدد یک و دو بقیه معدودا کجا میان؟ بعد از عدد میان. ساده گفتم دیگه، غیر از یک و دو معدودش. اما معدود سه تا ده چی باید باشه؟ جمع و مجرور، و از لحاظ جنس مخالف هم، معدود و عدد. به مثال بیشتر دقت کنید بچه ها، به مثال بیشتر دقت کنید، رو مثال بهتر یاد میگیرید. نگاه کنید، 7 کتاب دارم. 7 که عدده، کتاب معدوده، جمع کتاب چی میشه؟ یا جمع مکسر داره یا مؤنث داره یا مذکر دیگه، ها؟ یا مکسر داره دیگه، چون شیه. کتاب میشه کتب، کتبن دیگه، مجرورش کردیم، درست شد؟ کتبن. حالا عدد رو چیکار کنیم؟ مؤنث باید بیاریم چون کتاب مذکره. سبع نباید بیاریم، باید بگیم سبعت، سبعت و کتبن، درست شد؟ حالا نقش لی خبر مقدم، سبعت و مبتدای مؤخر، کتب مضاف الیه. معدود ستاده معمولا مضاف الیه. بسیار. مثال بعدی دقت کنید، 6 درخت. این دیگه ترکیب جمله نیست، بالایی عرض کنم به خدمت شما که 7 کتاب دارم جمله بودش. نگاه کنید، 6 درخت. اول درخت رو بایستی ببینیم چی میشه. شجرت، جمعش چی میشه؟ شجرات، درست شد؟ یا اشیاء جمع باید باشه دیگه. حالا شجرات مذکر مؤنث، مؤنثه دیگه، چون شجرات مؤنثه. پس عدد مذکر باید بیارم، 6 شجرات، 6 درخت. باز برای اینکه شما بهتر یاد بگیرید جمله براتون مثال نوشتم. 5 کتاب را از کتابخانه خریدم. 5 چی؟ کتاب. کتاب جمعش چی میشه؟ کتب. اینم کتب، کتاب مذکره. 5 چی باید بیاریم؟ مؤنث باید بیاریم، 500. حالا ا او به نقشش نگاه میکنیم، 5 کتاب را مفعوله، پس میشه 500 تا.
اشتریت خمسه کتب من المکتبت، 5 کتاب را از کتابخانه خریدم. پس بنابراین یک بار دیگه من تکرار کنم، مهم این قسمت، 3 تا 10 اعداد 3 تا 10 اصلی، معدودش جمع و مجرور. خب جمع و مجرور، معدود با عدد در جنس مخالف هم هستن. به معدود باید نگاه کنیم. اگه معدود مؤنث، عدد مذکر. اگر معدود مذکر، عدد مؤنث، مخالف هم باید باشن. همین، این یه نکته رو باید دقت کنیم. و دسته سوم که مهمه تو تستا، اعداد 11 و 12، اعداد 11 و 12. احد عشر مذکرشه، احدا عشرت مؤنثشه، میشه 11. اثنا عشر، اثنی عشر مذکرشه، اثنا الف آنه فاعلیه، اثنی مفعولیه تو نقش. اثنتا عشرت، اثنتی عشرت، درست شد؟ مؤنث. اول عدد رو بدونیم، درست اون با تکرار کردیم، این کامل ترشه، اینجا کامل ترشه. اون قسمتی که اول تکرار کردیم اون در حد کتاب بود، اینجا بعدی من مفصل برای شما صحبت میکنم و صحبت کردم براتون. خب پس دقت کنید، عدد 11 احد عشر، احدا عشرت، عدد 12 اثنا عشر، اثنی عشره، اثنتا عشرت، اثنتی عشرت، حالت مرفوعی و منصوبی داره 12. دقت کنید. خب از نظر جنس و تعداد با معدود خود تبعیت بکنه. خب این آسونه، معدودش بعد از عدد میاد، عرض کردیم غیر از عدد 1 و 2 همیشه معدود بعد از عدده، موافق هم هستن دیگه، این سخت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر عدد 11 مذکره، معدود هم مذکره، اگه 12 مؤنثه، معدودش هم با چی باشه؟ مؤنث باشه. حالا معدودش چی باید باشه؟ جمع باید باشه؟ نه خیر، معدودش مفرد و منصوب باید باشه. معدودش مفرد و منصوب، کتاباً، یوماً، معلمتاً، امرأتاً، شجرتاً، بقرتاً، مفرد و منصوب. مذکر و مؤنثش مهم نیست، مهم به چی بستگی داره؟ به عددش. پس بنابراین مفرد و منصوب بودنش مهمه. حالا 11 ستاره، ستاره به عربی میشه کوکب، پس مذکره. عدد رو باید مذکر بریم، احد عشر کوکبن. 11 ماشین، اتومبیل، اتومبیل مؤنثه، ها سیارت. حالا 11 رو باید مؤنث بیاریم، احدا عشرت، ببین مطابقت داره. 12 دانش آموز پسر، تلمیز، مذکره. حالا 12 اثنا یا اثنی، بستگی به چی داره؟ نقشش داره. این ترکیبی الان یه وقت میگیم 12 دانش آموز آمدن، اثنا عشر تلمیزن، جاء اثنا باید بگیم. یه وقت میگیم 12 دانش آموز را دیدم، باید بگیم رأیت اثنی عشر تلمیزن. به نقشش بستگی داره. بنابراین اینا را دقت کنیم. این 3 تا مورد بسیار مهم بود. ببین ماورش رو من توضیح میدم براتون، سریع رد میشم، ولی کم برای مطالعه است، برای مطالعه است، چون تو کتاب اینا به این شکل نگفته، ولی من یه اشاره میکنم براتون. خب شما مطالعه کنید، مطالعه که ضرر نداره، قوی تر مطالب رو یا، ولی ازش سوال نمیاد. یعنی از عدد 13 به بالا تو اعداد به این شکل برای شما مطرح نمیشه، ولی خوندنش چرا؟ خوندنش چرا؟ ولی قاعدش مطرح نمیشه، خوندنش چرا؟ مثلا میگه 99 کتاب، این عربیشو میگن تو تست شما باید بلد باشی معنیشو، دقت کردی؟ یا مثلا میگن 24 مثلا درخت، تو معنی باید بلد باشید. حالا ما مرور میکنیم، مرور که ضرر نداره.
اعداد 13 تا 19. 13 تا 19. 1 و 2 یه قاعده، 3 تا 10 یه قاعده، 11 و 12 یه قاعده. حالا 13 تا 19 هم یه قاعده. نگاه کنید. 13 عشر، 14 عشر، 15 عشر تا 19 عشر. اوکی؟ معدودشان مفرد و منصوبه تا 99. از 11 بگیر تا 99 همشون مفرد و منصوبه، غیر از 100. 100 مجروره، مفرد هست ولی مجروره. 100 حبتن، 100 کتابن، 100 کتاب. خب ولی اعداد 11 تا 99 معدودش همیشه مفرد و منصوب. حالا اینجا دقت کنید، یه نکته داره، میخوام من رو مثال بگم بهتر متوجه بشید. میخوایم بگیم که 13 کتاب، 13 کتاب دیگه، 13 کتابن، کتابن نگاه کنید معدوده. خب مذکر یا مؤنث؟ مذکر. حالا اون عددی که بهش دوره که میشه همون اولی دیگه، 13 مخالفشه. یا میخواد ساده تر بگم، عددی که کنارشه باید مذکر باشه، 13 کتابن. حالا من کتابو برمیدارم، هستا مثال هست، شجرتو میارم، دیگه نباید بگیم 13. چرا؟ چون شجرت، چون شجرت چیه؟ شجرت مؤنثه دیگه، پس عدد کناریش که عشر باشه باید بگیم عشرت، باید بگیم 13 عشرت شجرتن. همین نکته است، اینو با دقت کنید. نگاه کنید، 18 دانش آموز، 18 دانش آموز دختر. آقا دانش آموز دختر چیه؟ مؤنثه. عدد کناریش باید مؤنث باشه، نگاه کنید عشرت. عدد اولیه باید مذکر باشه، سمانی عشرت تلمیزن. پس 13 تا 19 اینجوریه، 13 تا 19 به این شکله، عدد اولیه با معدودش اللحاظ جنس مخالفه. یا نه ساده تر بگیم، عدد کناریش موافقه، عدد که کنارشه. اوکی؟ اوکی شد؟ یا مثال بیشتر بگم؟ اوکی؟ بسیار بسیار متشکرم. بریم سراغ عقود. 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. اونه و اینه، اونه و اینه. ببینیم داستانش چیه. معدودش همونه، مفرد و منصوبه. گفتیم دیگه از 11 تا 99 مفرد و منصوب. تلمیزن نگاه کنیم مفرد و منصوبه. میخوام بگیم 20 دانش آموز آمدن، 20 دانش آموز فاعل دیگه، باید بگیم اشرونه تلمیزن. حالا میگه 20 دانش آموز را دیدم، مفعوله، این باید بیاری، این فرقشه. حالا میخوایم مجرورش کنیم، سلام کردم بر 20 دانش آموز، نگاه کنید این باید بیاری، علا پشتش حرف جره. پس عقود معدودش که مفرد و منصوبه، اما اونه اینش به نقشش بستگی داره. اگه فاعل مبتداست خبر، اونه باید بیاری. اگه نه مفعول، اینه باید بیاریم. اگه نه مجرور مضاف الیه، اینه باید بیاریم. اوکی شد؟ عقود همینه، چیز دیگه نداره. حالا مثال زیاد نوشتم اینجا، نگاه کنید. حضرت سلاسون طالبتن فصف. یه نکته رو با دقت کنیم، یه نکته رو با دقت کنیم، نگاه کنیم. با 20 دانش آموز پسر آمدن، نگاه کنید جاعه رو، با تلمیز مطابقت داره. 30 دانش آموز دختر در کلاس حاضر شدن، نگاه کنید با معدودش مطابقت داره، فعل با معدودش مطابقت داره.
اما چون فاعل اون نباید بیاد، اونا رو گفتم براتون. شاهدت المعلمت و سلاسین طالبت، نگاه کنید طالبت رو با شاهدت مطابقت داره. سلمت، نگاه کنید با مردودش مطابقت داره. این جمله ایشه دیگه. اما اونه اینه رو راجبش صحبت کردم، اونه مرفوعیه، اینه منصوب و چیه؟ مجروره. و نکته بعدی و دو تا نکته مونده، دو تا نکته رو بگم تموم تقریبا درس. حالا اینجا نگاه کنید، اعداد میان دهگان ها 21 تا 29، 31 تا 39. ببینید وقتی یه قاعده رو یاد میگیریم برای همه بایستی اینو از کنم که لحاظ کنیم. 21 تا 39 یعنی 81 تا 89، یعنی 91 تا 99. پس بنابراین همشون یکیه، یه قالب داره. 21 تا 29 خب، 31 تا 39. اما عدد 21 و 22 رو با جدا کنیم ازشون. 31 و 32 رو با جدا کنیم ازش. 41 42 رو با جدا کنیم. پس 1 و 2 رو با جدا کنیم ازش. دو تا قاعده است پس. خوب دقت کنید. ببین به این شکل واقعا نباید یاد بگیرید، ولی خب من اشاره میکنم که شما دیگه کامل بدونید. پس دوستان من دقت کنن اینجا رو، رو مثال بهتر متوجه میشید. معدودش همونه، مفرد و منصوبه. خب حالا نگاه کنید، 21 دانش آموز پسر در کلاس هستن. 21 دانش آموز پسر، گفتیم معدودش مفرد و منصوب، اینا مفرد و منصوب، درست شد؟ حالا میخوایم بگیم 21 دانش آموز. فصفه نگاه کنید، 21 چی میشه؟ واحدون و عشرون دیگه، یا واحدون و عشرینه. اما 21 دانش آموز جمله اسمی است. فصف خبر واحد چیه؟ مبتدا است دیگه، پس باید بگیم واحدون و عشرونه. واحدون و عشرونه، معدود مفرد و منصوب، کاری باش نداره. خوب دقت کنید. واحد مذکره، تلمیز هم مذکره، مطابقت داره. 22 دانش آموز دختر را دیدم، مفعوله ها. 22 چی میشه؟ اثنان، اثنتان، اثنتین، اثنین و عشرون یا عشرینه. حالا وقتی میگه 22 دانش آموز را مفعوله دیگه، پس اینه باید بیاریم، این اینه باره مفعولش. خب دانش آموز دختر میشه تلمیزت، درست شد؟ حالا اون عدده کوچیکه باید مطابقت کنه باش اثنتینه. نگاه کنید اینجا، نگاه کنید، واحدون تلمیزم مذکر، اثنتینه مؤنث، تلمیزت چیه؟ مؤنث. توضیحات نوشتم اونجا، جزء اول عدد قسمت دور از نظر جنس موافق با معدوده، یعنی معدود مذکره، اون عددی که باش دوره یعنی همون عدد کوچیکه چیه؟ موافقشه. 21 و 22، 31. حالا من یه مثال بگم، مثلا 31 قلم، 31 قلم، اول قلم که معدوده، آخرش میاد قلمن، مفرد و منصوب. حالا قلم مذکر مؤنث، مذکره، پس یک رو من چی باید بیارم؟ مذکر باید بیارم، واحدون و مهم ها این ترکیب البته سلاسونه. حالا من قلم رو بر میدارم، به جای قلم بیارم درخت، سی و یک درخت، درست شد؟ 31 درخت، درخت چی میشه؟ مؤنث، شجرت. حالا واحد باید بیارم یا واحدت؟ اینجا باید واحدت بیارم، واحدتون و
سلاسونه یا سلاسین شجرت. پس عدد 31 32 41 42 51 52 تا آخرش به این شکله. و حالا بعدش، یعنی چی بعدش؟ 33 درخت، 36 خانه، 48 درخت، 59 مثلا معلم، 98 مثلا چی؟ خیابان. اینا رو چی جوری باید بگیم؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. 36 خانه، خانه به عربی چی میشه؟ خانه به عربی میشه بیت. خب پس معدودش مفرد و منصوبه، این دیگه واضحه دیگه. از 11 گفتیم تا 99 بیتن، درست شد؟ بیتن مذکره. حالا عدد کوچیکه رو توی قبلیه نگاه کنید، تو قبلیه نگاه کنید، عدد کوچیکه مطابقت داشت، یعنی عدد دوره مطابقت داشت، موافقه. حالا مخالفه، برعکسه. نگاه کنید، ستت بیت، ستتون و سلاسون بیتن. حالا خوب دقت کنید، بیت معدودشه، ستت نگاه کنید مخالفشه، سلاسین بیتن. حالا نقش، حالا فرقش چیه؟ سلاسون و سلاسین عرض کردم دیگه. یه وقت فاعل بخوای بیاری باید بگی اونه، یه وقت مبتدا بخوای بگیری باید بگی اونه، یه وقت مفعول بخوای بگیری باید اینه بیاری. 36 خانه را دیدم، باید بگی رأیتو ستت و سلاسین بیتن. ما بحثمون اینجا عدد با چیه؟ با معدودشه. یکی دیگه، خوب دقت کنید، مثال زیاد نوشتم. یکی دیگه، 69 روز. خب روز میشه یومن، مذکر دیگه. عدد کوچیکه رو چی باید بیاریم؟ مؤنث باید بیاریم. باریک الله، تسعتون و ستون یومن، تسعتون یومن و ستینه، اون تو نقشه. یکی دیگه، 45 درخت. درخت مؤنثه، نگاه کنید برعکس بالایی، بیت مذکر بود دیگه. حالا عدد کوچیکه رو چی باید بیاریم؟ مذکر باید بیاریم. نگاه کنید، خمسون و اربعون شجرتن، خمسون و اربعین شجرتن. پس اگه شما خوب دقت کنید به حرف من متوجه میشید، 77 شب، شب به عربی مذکره، لیل. پس عدد کوچیکه، عدد دوره چیه؟ برعکسه، مؤنث باید بیاد. سبعت. خلاصه یه بار دیگه عرض کنم، 1 و 2 صفت، 3 تا 10 جمع و مجرور معدودش با جنسش مخالف، 11 و 12 موافق معدود، معدودش مفرد و منصوب تا 99، درست شد؟ 13 تا 19، 13 تا 19 اینجا معدودش همونه، هیچی اصلا کاری باشه نداریم. اما تو نوشتن نگاه کنید، عدد دوره مخالفه، 13 تا 19. عقود که هیچ کاری خاصی نداره. اینجا رو باید دقت کنید، 21 22 یه قاعده داره، 1 و 2، 23 تا 29 یه قاعده دیگه داره، اینو باید دقت کنید. همین عدد دوره رو باید دقت کنید، 21 موافقه، نگاه کنید 22 موافقه با معدودش تو جنس، اما از 23 تا 29 مخالف عدد دوره. این فرقشه، این فرقشه. عدد 100، 100 یا 100 به این شکل نوشته میشه که خب تکرار کردم براتون، معدودش نگاه کنید مفرده ولی مجروره، 100 فقط. 100 حبتن، 100 دانه. لنا 100 تلمیزت فی مدرسه تنا، 100 دانش آموز در مدرسه ما داریم.
لنا خبر مقدم معت مبتدا مؤخر تلمیزت میشه مضاف الی. پس معدودش هم میشه مضاف الی. ترتیبی هم که عرض کردم تکراریه و ساعت ها هم که تکراره. یه بار میخواییم تکرار کنم بعد در سراغ تست. یه نکته ترجمه بسیار مهم هم این درس داره. ساعت رو یک بار دیگه بررسی کنیم. ساعت تمام داریم. از ساعت الخامسه تمام هم. یعنی ساعت پنج. ساعت ربع داریم، 15 دقیقه داریم، 6 و 15 دقیقه به دو شکل نوشته میشه. حالا تو این درس یه خورده وسیع‌تر یاد بگیریم. یا میگیم و ربع 6 و ربع یا 15 دقیقه رو چیکار میکنیم؟ به عربی میگیم ها 15 دقیقتن. نگاه کنیم الان صحبت کردیم راجع بهش دیگه 10 دقیقت رو نگاه کنیم مطابقت داره کنار همه. خب ساعت 4:30 و نصف درس قبل گفتم. حالا نیم رو یا 30 دقیقه رو میتونیم به عربی بگیم 30 دقیقت. از ساعت و الرابعه و ساعت 4:30 دقیقه معدود برای 11 تا 99 چی بوده؟ مفرد و منصوب. مفرد و منصوب. ساعت 9:45 دقیقه. 9:45 دقیقه الا ربعن یک ربع ازش کم میکنیم، یعنی یه ربع به 10 دیگه. اول 10 رو میگیریم العاشرتو الا ربعن 9:45 دقیقه. حالا 45 دقیقه رو میتونیم به یه زبان دیگه بگیم. 45 رو دقت بفرمایید. از ساعت العاشرتو ساعت 10 الا 15 دقیقه کم دیگه. 15 دقیقه اینجوری میتونیم بگیم 15 دقیقت. نگاه کنید مطابقت داره یا نه. اینجوری میتونیم بگیم 45 رو نگاه کنید 45 45 دیگه دقیقتن 45 چی؟ دقیقت. و فن چی؟ ترجمه. بسیار نکته مهمی داره. تو تست هم سوال اومده. الان میریم حل میکنیم. وقتم کمه. الان میریم حلش میکنیم. خب قامه به تنهایی یعنی ایستاد، برخاست. یه به اضافه بشه بهش. خوب دقت کنید. یه به سه تا معنی داره. اقدام کرد، عمل کرد، پرداخت. جاء عطا به تنهایی یعنی آمد. لازمه، ناگذره. حالا یه به اضافه کن بهش. آورد میشه متعدی. خیلی مهمه ها. این به کجا باید بیاد؟ بچسبه بهش؟ نه، جلوتر باشه، 5 کلمه اونورتر باشه، ولی به باشه تو جمله. پس بنابراین به حرف جره دیگه، بر سر اسم میاد. پس بنابراین میگه چی؟ میگه جا بل قلم، قلم را آورد. جا بل قلم، اتا بل قلم، قلم را آورد. دقت کن، خیلی مهمه. نزله یعنی پایین آمد، نازل شد، لازمه. حالا نزله به یعنی انزله، یعنی نازل کرد، متعدیه، مفعول نیاز داره. یه چند تا مثال اینجا نوشتم. خب یقومو نگاه کنید. قامه دیگه، اینا ماضی مضارع دارن. قامه یقومو، جاء یجیئو، اتا یأتی. اینا دقت کنید، ماضی مضارع یعنی مضارع است. یقوم همون قامه است. ببین به بعدش اومده نیومده. نگاه کنید برخواستن معنی شده، برمیخیزند. حالا اینجا نگاه کنید قامه رو، ببین بعدش به اومده جلوتر ها. این دیگه اینجا برخواست معنی نمیده، پرداخت معنی کردیم. اینا پدر بزرگم در جشن به پخش هدیه ها میان دختران و پسران پرداخت، اقدام کرد، عمل کرد. جمله بعدی جاء رو نگاه کنید. جاء به اومده بعدش اینا، اینم به دیگه آمد معنی نمیده، آورد. اینا آورد. قامه رو نگاه کنید جمله بعدی. به اومده بعدش بله به قرائته پرداخت باید معنی بشه، اقدام کرد باید معنی بشه. جاء رو نگاه کنید جمله بعدی. به بعدش اومده بله رسول آورد.
حالا تست محکمه تست. اول همین درسی که الان دادم سال 3 رو حل کنید. بله آخرش سال 3 خب حالا فکر کنم میبینید دیگه سوال سه رو اول حل کنید. این هم نکتش میخوایی اول شما بگید بعد من نظر بدم. سوال سه رو حل کنید. بحث موصوف صفت معرفه نکره با این نکته که الان گفتم این آینه نه این جاعه این جاعه اینم به اینه باید دقت کنید. کلمه یه رسولن اینه باید دقت کنید. خب وقت کمی سریع تر جواب رو بگید من ببینم چند گفتی جواب رو من ببینم. هادی جواب داد، تهماسبی هم جواب داد، حسین شفقی جواب داد، خب ناصر هم جواب داد. خب آقای تقوی چی جواب نمیدن؟ خواهش دارم بچه ها راجع به فعل دقت کنید. ببینید ارسلنا فعل دیگه، این فعل معروفیه، چقدر تکرار کردیم ارسلنا رو. خب بکنم نظرات رو دادید. مسعود تقوی هم جواب داد، بسیار خب. من چهار رو یه لحظه نگاه کنم. خب بسیار متوجه شدن چیه. خب جواب ها رو دادید، قرائتی جواب دادید، خوبه، نظرات رو مختلف گفتید. بیا جون ارسلنا یعنی ارسال کردیم، فرستادیم، پس مبعوث کردیم غلط میره کنار. مبعوث اصلا یه لغت دیگه است. خب ارسال کردیم، ارسال کردیم، فرستادیم، یک، سه و چهار میخوره ارسلنا. اما رسولن ببینید عمدن اینو خط کشیدم، رسولن نکره است، معرفه نباید معنی بشه. چهار نوشه پیامبران را، پس این غلط. درست شد؟ سه نوشه رسولان را، پس این غلط. معرفه معنی شده، ای باید معنی بشه. یک گفته رسولانی، دو گفته چی؟ فرستادگانی. پس دوستانی که گفتن یک جواب درسته. اوکی؟ ببین رسولانی فرستادگانی، این که مبعوث کردیم دیگه غلط دیگه. جاعبه نگاه کنید، جاعبه یعنی آوردند 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 آوردند. این چقدر نکته مهمی بود؟ بسیار. بریم سراغ تست بعدی، تست شماره 1. بفهمید یه خود سرعت بدید بچه‌ها.